خدا در همین نزدیکی است. خداوند غریبه‌ای در یک سرزمین دور نیست. او به نزدیکی بادی است که روی صورت ما می‌وزد. این درست که ما نمی‌توانیم باد رو وقتی می‌وزد ببینیم، اما ما اونو اطرافمون احساس می‌کنیم و با قلبمون از وجودش اطمینان حاصل می‌کنیم. نیایش نامه رادیو مهر. الهی، کعبه و محراب بهانه است، معبود تویی، درس و کتاب بهانه است، مقصود تویی. الهی، نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم، آزادمان کن تا اسیر نگردیم. الهی، ما را با جهان غیب آشنا کن، ذائقه جان ما را طعم حضور بچشان و حرص های ما را به وادی بی نیازی بکشان. الهی، غیب در نظر تو حضور است و باطن نهان در نظر تو ظهور. امیران کشور دل به درگاهت حقیرند و اسیران بت نفس به یاریت فقیر. ما را امیر کشور دل کن تا اسیر فرعون نفس نشویم. الهی، شاکریم که ما را بر سفره معرفت خود نشاندی و از آب گوارای عشق نوشاندی. نامت تا ابد جاودان باد ای آغازگر هر آغاز و ای یگانه بی انبا. شما شنونده پادکست مهر، نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیر دفتر انجمن دوستداران حافظ در شاهرود گفت از نوادگان مولانا جلال الدین بلخی به ویژه خانم آسین چلبی، رئیس مرکز فرهنگی مولانا در قونیه، برای بازدید از آرامگاه دو عارف نامی ایران با یزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی در بسطام دعوت به عمل آمد. مجید پازوکی در گفتگو با ایرنا افزود این دعوت رسمی در جریان آیین‌های مولانا در شهر قونیه انجام شد که با استقبال وی مواجه گردید. وی ادامه داد با هماهنگی انجام شده با مسئولان، تابلو آرامگاه بایزید برای معرفی بیشتر این شخصیت بی‌نظیر عرفان ایران و خراسان بزرگ در این مرکز نصب گردید. زدم ربانی، مدد از پیر بسطامی، مدد از سلطانی، مدد از فیض کاشانی، از قوس گیلانی. به الف به الف الف الله، الف الله یاهو، هو هی هو هم هو مولا، هو
و مولانا یا من لیس الا الله 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 یا من لیس الا الله الله الله. پروانه تقلا میکرد. پروانه نه، پیله میخواست تا پروانه بشود و از آن دو دست ها میامد پسری. پسرک رسید، پیله تکانی خورد. پسرک کنار پیله نشست. پیله تقلا میکرد. پسرک دلش سوخت. ساعت ها گذشت. پسرک نشسته بود و پیله رنج آزادی بر جان میخرید. پسرک خسته شد، پیله هم. پسرک میخواست ببیند پرواز پروانه را و پیله نمیدانست در ذهن پسرک چه میگذرد. پسرک قیچی کوچکی را درآورد و سوراخی در ته پیله ایجاد کرد و میخندید برای تماشا، برای پروانه. پیله آهسته سر برد، از پیله در آمد و حالا پروانه شد. اما یارای پروازش نبود، جسدش ضعیف و بالهایش چروکیده بود. پسرک چشم به بال پروانه داشت و پروانه در حسرت پرواز تقلا کرد. پسرک انتظار داشت پروانه بپرد، ولی نمیدانست که پروانه باید تا آخر عمرش روی زمین بخزد. پسرک نمیدانست چرا پروانه را در دستهایش گرفت، اما پروانه دیگر پروانه نبود. پروانه حالا چشم در چشم پسرک دوخت و گفت: کاش می دانستی تو حلقه ای از تدبیر خدا را شکستی. خدا تقلا را برای پیله قرار داد تا به وسیله آن مایه از بدنش ترشح کند تا پس از خروج از پیله به او امکان پرواز بدهد. پسر برای جهالتش گریست، آنقدر گریست تا عارف شد. دیگر پسرک می دانست که سختی هایش برای این است که اون پروانه شدن و پرواز کردن را بیاموزد. تا وقتی که چشمان درون باز نشود، تا وقتی که درونت پر از نور نشود، تا وقتی که نتوانی خودت را ببینی که کیستی، فکر نکن که بیدار هستی. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. در این بخش از برنامه در خدمت استاد حمیدرضا خوجندی، آهنگساز و خواننده‌ای هستیم که دارای آثار ارزشمند منتشر شده ای هم هستند. استاد عزیز، ضمن خوشامدگویی به شما،
با این معرفی مختصر از شما میخواییم که خودتون یه بیوگرافی برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید. به نام ایزد دانا و با درود به دوستداران رادیو اینترنتی مه و همچنین دستندرکاران گرامی این رادیو، حمیدرضا خوجندی هستم، موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی، متولد 1349 خورشیدی در شهر کرمانشاه. فعالیت خودم رو در زمینه موسیقی از سال 1361 با فرا گرفتن ساز سنتور و نوازندگی این ساز در شهر کرمانشاه آغاز کردم و در ادامه در سالهای بعد با بهره مند شدن از محضر اساتید بزرگ و بلند آوازه موسیقی ایران این فعالیت رو ادامه دادم. در سالهایی که به فعالیت موسیقی مشغول بودم اکثر آثار خودم رو در زمینه آهنگسازی، خوانندگی، نوازندگی، تدریس و پژوهش در موسیقی به صورت رسمی در اختیار علاقمندان به موسیقی ایرانی در ژانرهای موسیقی سنتی، موسیقی اقوام، موسیقی آینی، موسیقی پاپ و ارکسترال قرار دادم. تألیفاتی رو هم در زمینه آموزش موسیقی داشتم که تعدادی از این تألیفات منتشر شده و تعدادی دیگه هم در دست انتشار هستن. علاقه شما به مسائل عرفانی از کجا آغاز شد و غیر از مولانا از آثار چه شعرایی در خلق آثارتون استفاده می کنید؟ نهاد و نهفت آدمی طوری بنا شده که انسان ها در طی مسیر زندگی حتما و قطعا با چرایی های بسیاری روبرو خواهند شد و انسان بیدار و رهجو کسی هستش که در طی مسیر زندگی راه های خود آگاهی و خودشناسی رو پیشه کنه و به نظرم عرفان یکی از گزینه‌هایی هست که میتونه پاسخگوی بسیاری از چرایهای دنیای ما باشه. میخوام صحبتم در مورد آشناییم با عرفان رو با یک شعر آغاز کنم. سیبی که امروز افتاد از درخت شاید رسیده بود در روزهای پیش، کال است آن که با باد می رود از شاخه‌ای که یک روز هست داره او. منظورم از خوندن این شعر این بود که بگم عرفان یک حالته و حتما ضمیر و نهاد آدمی باید به این حالت بارور بشه که آدمی به حقیقت عرفان برسه. درسته که شرکت در کلاس های آموزش عرفان، شنیدن فایل های صوتی، دیدن فایل های ویدیویی و شرکت در محافل و مجالسی که آیین های عرفانی در اونجا برگزار میشه میتونه کمک کنه برای آشنایی ما با عرفان، اما حقیقت عرفان اون حالته که باید در وجود آدمی ایجاد بشه. آشنایی من با عرفان در سنین حدوداً 12 سالگی با مواجه شدن من با یکی از اشعار عالی جناب مولانا، یعنی شعر من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، آغاز شد. و این شعر به مصداق یک جرقه آتیش به خرمن وجود من گذاشت و منو شعله ور کرد و تمام آثاری که امروز از اهورابند
حمیدرضا خجندی میشنوید حاصل اون جرقه و شعله ور شدن آتیشی است که اون جرقه در وجود من ایجاد کرد. در ارتباط با برنامه هایی که در قونیه اجرا می کنید بگید برامون و اگر خاطره ای هم از قونیه دارید برای ما و شنوندگان عزیز رادیو مهر بفرمایید. بیشتر از این که این پرسش رو پاسخ بدم لازم یادآوری کنم که به دلیل وجود بارگاه و آرامگاه مولانای جان در قونیه، این شهر دارای اتمسفری عجیب، خارق العاده و غیر قابل توصیفه و هرچقدر بخوام درباره زیبایی های معنوی و روحانی این شهر و حال خوبی که در این شهر جاریه صحبت کنم شاید نتونم کلمات و جملاتی پیدا کنم که به شایستگی اونو توصیف کنم. امیدوارم تمام دوستانی که این مصاحبه رو گوش میدن روزی سعادت بهره‌مند شدن از حال خوش قونیه و شب‌های پر از عشق و مهر و نورش نصیبشون بشه. هم شاه منی، هم ماه منی، هم بعد منی، هم کان منی، باغ و چمن و فردوس منی، سرو و سمن، تنگان منی، سلطان منی. استاد عزیز، اگر تلفیقی یا ترکیبی تا به حال خلق کردید که بر کنار این موسیقی عرفانی ترک ها سماع می کنند، در کل این رو چگونه می بینید و آیا این یک نقطه وحدت می تونه باشه؟ نگرش اهورابند نسبت به موسیقی آیینی و عرفانی نگاهی فراتر از موسیقی ایرانی و من در تولید آثار اهورابند طی سالهای گذشته تمام تلاشم این بوده که موسیقی سرزمینهای جاده ابریشم رو به هم پیوند بدم و هدفم اینه که ساکنان سرزمینهای جاده ابریشم از هندوچین تا یونان با موسیقی اهورابند احساس همدلی، قرابت، دوستی و همراهی بکنن. البته بارزه اصلی موسیقی های تولید شده توسط من و اهورابند وجود دو ساز باستانی ایرانی به نام های تنبور و دف هستش و شاخصه و رمز موفقیت این آثار استفاده از اشعار پارسی گویان بزرگ ادبیات ایران علل خصوص عالی جناب مولاناست. امیدوارم روزی برسه که آثار اهورابند به شنود و سمع تمام دوستداران موسیقی آیینی و عرفانی در جهان برسه و من پروردگار دانا رو سپاسگزارم بابت اینکه همواره در آثار ما لطف، مهر، شور، نور و عشق خودش رو جاری کرده
و در اجراهایی که طی سالیان گذشته تا کنون چه در ایران و چه در خارج از ایران برگزار کردیم، همراهی، همدلی، هم‌آوایی، هم‌نوایی و همصدایی دوستداران موسیقی آیینی و عرفانی، علل خصوص دوستداران عالی جناب مولانا، لطف خاصی به آثار ما دادن. از بین آثاری که در زمینه موسیقی عرفانی از شما منتشر شده، کدوم ها بیشتر مورد توجه مردم قرار گرفته؟ اگه بخوام از آهنگ های خودم انتخاب کنم و بگم این آهنگ ها رو بیشتر دوست دارم، خیلی برام سخته، به دلیل اینکه هر کدوم از آثار اهورابند مثل یکی از فرزندان منه و همشون برام عزیز و گرامی هستند. اما در اجراهایی که طی سالهای گذشته داشتم، فیدبکی که برای من حاصل شده، میتونم بگم که آهنگهای مست و دیوانه، سلطان منی و با من صنما دل یک دل کن از اقبال عمومی بیشتری در بین مخاطبین موسیقی عرفانی و آیینی برخورداره. جا داره که سپاسگزاری ویژه خودم رو پیشکش کنم به دستن در کاران رادیو مهر که راه تولید حال خوش برای زمین و زمینیان رو پیشه کردند و امیدوارم که این رسالت نابشون روز به روز با فرمت‌های بهتر و گسترده تری ادامه پیدا کنه. آرزوم اینه که نیکی ها جایگزین تمام انرژی های بد در جهان هستی بشن و این جهان هستی همواره پر از عشق باشه. جاری در عشق باشید. با مهر، حمید رضا خوجندی. خاک پایش. یاران، خدا دوتاست. مقاله ای از بابک صفوت. ابوالحسن خرقانی می فرماید خدا نه این است که ما می پرستیم. این خدایی است که ما آن را خلق کرده ایم، نه خدایی که ما را خلق کرده است. پس راه نه این است که ما می رویم. راه راهی دیگر است و رهرو رهروی دیگر.
هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست، لعنت بران کسی که بگوید خدا یکیست. صرف نظر از تعابیر گوناگونی که از این سروده شده است، در دیدگاه این عارف ژرف اندیش دو خداوند وجود دارد، خدای مخلوق و خدای خالق. خداوند مخلوق خداوندی است که متولیان ادیان و فقیهان به ما شناساندند و خداوند خالق خدای عارفان است. خدایی که عامه مردم در برابرش سر به سجود فرود می آورند، خدایی است مخلوق برگرفته از باورهای تقلیدی کهن. او فرمان روایی است در کسبت پادشاهی مقتدر که چون برمی خیزد زمین از هیبتش به لرزه در می افتد و همگان از او در ترس و خوف به سر می برند. این خدا بر عرش تکیه زده و به تدبیر امور جهان مشغول است. او هر شبانه روز با مساعدت دو فرشته کرام الکاتبین در حال رصد کردن احوالات بندگان است تا مبادا سیئاتی از قلم بیفتد و یا معصیت هایی از خاطر برود. چنین خدایی با اندیشه های عارفان سخت بیگانه است و بنابر تذکرت الاولیا و قول ابوبکر واسطی، بیزارم از آن خدای که به طاعت من از من خوشنود شود و به معصیت من از من خشم گیرد. پس او خود در بند من است تا من چه کنم. آن آفریدگار مخلوق از شنیدن زجه بندگانش لذت می برد و دعاهای ایشان را با تأخیر روا می دارد تا از آواز ناله ایشان حظ وافری برد. برای ارتباط با آن خدا قوانین محکم و استواری وجود دارد و تخلف از آن گناه و تمرد به شمار می آید. اما خدای عارفان خارج از هر گونه قانون و تبصره آماده شنیدن سخنان بندگان خود می باشد و ارتباط با او نیازمند آداب و ترتیب ویژه‌ای نیست. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه می خواهد دل تنگت بگو. آن خداوند به ضرورت تاریخی و میل خود هر از چندی دینی را برتر، قومی را سزاوارتر و سرزمین و شهری را بهتر از سایر مکانها برمی شمارد. او با تقسیم بندی انسان‌ها به باورمندان و ناباوران بدین، خود آغازگر مرزبندی و خط‌کشی میان بندگان بوده است. اما در باور عارفان، خداوند حقیقی آزادمنشانه به تمامی بندگانش عشق می‌ورزد و ایشان را از خوان نعمت خود برخوردار می‌سازد. چنانچه آنگاه که ابراهیم از همکاسه شدن با پیر آذرپرست غمگین می شود، او را مورد سرزنش قرار می دهد که منش داده 100 سال روزی و جان، چرا نفرت آمد از او یک زمان؟ گر او می برد پیش آتش سجود، تو واپس چرا می بری دست جود؟ در نزد خدای عارفان تفاوتی ندارد که باورمندی یا نه. هر که به سرایش درآید نانش می‌دهند و از ایمانش نمی‌پرسند و هرگز به جرم دگراندیشی نه گردنش می‌زنند و نه زن و فرزندش به کنیزی و غلامی می‌برند. آن خداوند مخلوق همچون امپراتوران تاریخ زندان و دار و شکنجه دارد و مخالفان خود را در آتش جاودانه می سوزاند.
7 طبقه گوناگون دوزخ و هاویه در اسفل و سافلین با مارهای 7 سر و آب چرکالود حمیم و مس گداخته آماده پذیرایی از نافرمانان است. اما خدای عارفان رحمت و بخشش بی پایان است تا حد شرمندگی بنده از کاستی در گناه. شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندازه عفو تو نکردیم گناهی. خدای عارفان خدای عشق است و وجود او همه گیتی را در بر گرفته و اساساً در نزد عارفانی چون مولانا خداوند فقط عشق است. گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم. گفت آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو. در نگاه ایشان در هیچ نقطه ای از هستی مکافات نیست، زیرا که سایه مهربانی خداوند همه جا پهن است. چنانچه ابو سعید ابوالخیر می فرماید گفتی که مرا عذاب خواهی فرمود، من در عجبم که آن کجا خواهد بود. آنجا که توی عذاب را معنا نیست، آنجا که تو نیستی کجا خواهد بود. خدای عامه با معیارهای عقلی و باورهای پیشینیان پیوندی ناگسستنی دارد. او مردها را بر زنان برتری داده، برای سوگلی ها و نور چشمی ها و آقازادگان حرمسراهایی دارد به گستردگی 8 جنت با 70 زوج از حور پیکران سیاه چشم و قلمان سینه چاک و قصور و باغ و جویباران روان از شیر و عسل. او به هر کس که بخواهد بی اندازه می بخشد و دیگران باید فقر و فلاکت را پذیرفته و لاجرم به نان جوی آغشته در خون سد جو کنند. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده ای سد ناز و نعمت، یکی را نان جو آغشته در خون. در دیدگاه عارفان اساساً چنین شکاف ژرف طبقاتی با اصل عدالت‌های الهی در تقابل است و از همین روی عطار نیشابوری از زبان یکی از عقلای مجانین به آن خداوند مخلوق خورده می‌گیرد که بنده نوازی را از عمید خراسان که در رسیدگی به احوالات غلامان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند بیاموزد. گفت ای دارنده ی عرش مجید، بند پروردن بیاموز از امید. و کلام آخر این که خداوند عارفان برتر است از خیال و قیاس و گمان و وهم، و به قول سعدی از هر چه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم، و به قول مولانا هر چه اندیشی پذیرای فناست، آن چه در اندیشه ناگر آن خداست. می زدم ز جام تو، مست شدم ز کام تو. می زدم ز جام تو، مست شدم ز کام تو. ای یارا، ای جانا، ای یاره،
مردمان از عارف صاحب دلی خواستند تا ایشان را پندی دهد. پس چشم ها همه به سوی او بود. مرد صاحب دل خطاب به جماعت گفت: مردم، هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد برخیزد. کسی بر نخواست. گفت: حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده برخیزد. باز هم کسی بر نخواست. گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید، اما برای رفتن نیز آماده نیست. به دنبال خدا نگرد، خدا در بتکده و مسجد و کعبه نیست، لابلای کتابهای کهنه نیست، لابلای سنگ و ضریح و دیوار و خانه گلی نیست. خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دوری از انسان ها نگرد، آنجا نیست. خدا در دستی است که به یاری میگیری، در قلبی است که شاد میکنی، در لبخندی است که به لب مینشانی، در فاصله نفسهای من و توست که به هم آمیخته، در قلبی است که برای تو میتپد، در میان گرمای دستان ماست که به هم پیچیده، در اندیشه رهایی انسان از جهل و خرافات است، در اندیشه رهایی انسان از استبداد و تاریکی است، در پندار نیک توست، در کردار نیک توست و در گفتار نیک توست. چطور از دست گذشته خود رها شویم؟ ابتدا افکارتان را عادت دهید که روی گذشته تمرکز نکند. از صحبت راجع به آن بپرهیزید. از به خاطر آوردن هر گونه تجربه منفی خودداری کنید. اگر چیزی را از دست داده اید یا رویاهایتان از بین رفتند، مسلم است که مدت زمانی مشغول قصه خوردن می شوید. اما پس از گذشت این مدت باید برخیزید، گرد و غبار ناراحتی را از تن بزدایید، نگرش تازه اتخاذ نموده و شروع به پیشروی در زندگیتان کنید. نگذارید ناامیدی به درمایه اصلی زندگیتان تبدیل گردد. از غصه خوردن برای چیزی که قادر به تغییر آن نیستید دست بردارید. خداوند می خواهد شروع تازهی به شما عطا کند، اما پیش از دیدن هر فرصت تازهی لازم است که موقعیت قبلی را رها کنید. بگذارید در پشت سرتان بسته شود و بعد به طرف دری که مقابلتان قرار دارد گام بردارید. کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا، چه می دانی تو از امروز، چه می دانم من از فردا. همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست.
لحظه به من با من بخوان با من به رقص و پای خوبی کن که با چشمی به هم خوردم کنار صحنه میمانی نمی رقصی نمی خوانی بیا با من در این لحظه همین لحظه به رقص و پای خوبی کن بیا با من در این لحظه همین لحظه به رقص و پای خوبی کن بیا با من در این لحظه همین لحظه به رقص و پای خوبی کن دشمن که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از غم و کینه به جای غصه دیروز خوردم نقشه فردا کشیدم بمان با من در این لحظه غم دیروز فردا رو به دست باد بسپارم بمان با من در این لحظه همین لحظه به روایت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب می رقصیدیم پیش از یورش بیگانه باران که می آمد می رقصیدیم باد که می وزید به خرمنگاه می ریختیم و می رقصیدیم تابستان که می شد جشن می گرفتیم و می رقصیدیم زمستان که می شد جشن می گرفتیم و می رخصیدیم زمین های کشاورزی را درو می کردیم و می رخصیدیم زمین ها را می کاشتیم و می رخصیدیم می خواستیم دفع بلا کنیم جشن می گرفتیم ماه آغاز می شد می رخصیدیم ماه به پایان می رسید می رخصیدیم خلاصه این که جشن بود و رقص بود و زندگی بود و خنده بود و شادی تیرگان بود و مهرگان بود و آبانگان آذرگان و بهمنگان و اسفندگان و فروردگان و اردیبهشتگان و خردادگان سده بود و سوری و سروش فقط در سال یک بار گریه می کردیم آن هم برای چیرگی کینه و سنگدلی بر پاکی و سوگ سیاوش مردگانمان را هم با سوگنامه سیاوش که نماد وفاداری بود به خاک می سپردیم تا اینکه سخنانی از اوشو کشیش بسیار زود آگاه شد که میتوان از غریزه ترس در انسان بهره کشید انسانها را میتوان چنان ترساند که به پای کشیششان بیفتند و بگویند ما را نجات دهید فقط شما میتوانید ما را نجات دهید و کشیش به این شرط آنان را نجات خواهد داد که از او پیروی و آیین‌های مذهبی را طبق نسخه کشیش انجام دهند.
و اون وقت کشیش آنها را نجات خواهد داد. و مردم به سبب ترس از کشیششان از انواع حماقت ها و خرافات او پیروی کردند. سیاست پیشه هم به زودی فهمید که مردم را می توان بسیار ترساند. و اگر آنان را بترسانی می توانی بر آنها مسلط شد. ملت ها به سبب ترس وجود دارند. ترس از آمریکاست که روس‌ها را برده کمونیست‌ها ساخته و ترس از روس‌ها که آمریکایی‌ها را برده کن دولت می‌سازد. ترس از همدیگر. هندی‌ها از پاکستانی‌ها می‌ترسند و پاکستانی‌ها از هندی‌ها وحشت دارند. این دنیای بسیار ما از همدیگر میترسیم و به سبب ترس ماست که سیاست پیشگان مهم میشود. میگویند ما شما را در اینجا، در این دنیا نجات خواهیم داد. و کشیش میگوید ما شما را در دنیای دیگر نجات خواهیم داد. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک